سلام و وقت شما بخیر شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجا هستم ده آریانا افغان هوایی شرکت به ارزش 2.45 میلیون دلار یک هواپیمای مسافربری خریداری کرده است این شرکت میگوید بان که چالش های این شرکت با یک هواپیما حل نمیگردد ولی تا حد این چالش ها کاهش خواهد یافت سکتور خصوصی میگوید اگر حکومت علاقمندی رشد و خدمات میاری داشته باشد سرمایه گذاری ها باید با سکتور خصوصی مشترک باشد و اینجا برای بحث بیشتر مونیر الیاد رئیس اجرایوی تجارتی مالی و اداری دی افغان آریانا هوای شرکت اینجا با ما هستند آقای الیاد سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدید تشکر از شما بسیار خوشحال هستم با شما هستم سلام باشید آقای الیا با خرید این هواپیما چقدر از چالش هایی که شما در گذشته داشتین و تا حد میتونه حل بشه و همچنان در تاخیر در پروازها ها چقدر میتونه که این تیاره کمکتان بکنه و در نخواستان بگوین که این تیاره از کجا خریداری داری کرده بسیار خوب تشکر بعد از بتات بسیار زیاد آریانا قادر شد که برای اولین دفعه به شکل میاری یک تیاره را خریداری بکنه و ای به اساس اون متعلقات تدارکاتی آریانا بود که توسط رئیس جمهور منظور شده توسط کمیسیون تدارکات ملی و تلاش فوق صورت زیاد صورت گرفت که باید پروسیش هرچه هر چه تا که امکان داره کوتاه‌تر شود تو ما از تدارکات کمیسیون تدارکات ملی تلاش کردیم که تاریخ خریداری بکنیم ولی بعد گذشت 6 ماه اونا به این نتیجه که از طریق تدارکات ملی نمیشه که تایاره خریداری شود و با اساس تزامات تدارکاتی خود آریانا یک شرکت مشورتی خدماتی که مرکزش در امریکا است از طریق تدارکات ملی او را استخدام کرد و او شرکت مشورتی خدماتی این تایاره را پیدا کرد و ما قادر شدیم که تایاره خریداری بکنیم امروز که شما گفتین تیاره این دو شاریا میلیون دلار آمریکایی خریداری شده و یک چیز مورد پرتون خوب است که حال روزینه انداخته که این ای دو چی ما داشتیم دو انتخاب داشتیم یا ای که را به شکلی که از 2.45 میلیون دلار خریداری بکنیم و یا اگر یک چیکه به نام سی چیکه یاد میشه. که یک چک عمومی تهرات است که بعد از دو سال اینا صورت میگیره اگر گفتن که ما بخواید ما چک سی برتون انجام بدیم یک اشار از میلیون دلار دیگه هم با طلا بکنیم چون خود آریانات انجینیرش ای امکانات زیر ما داشتیم سی چک انجام بدیم ما خواستیم سی چک خود داخل افغانستان انجام بدیم و با این انجام دادن سی چک داخل افغانستان درود 500 اف تا 800 هزار دلار ما به قسمت نفع من خاطر از که ما خواستیم در که در داخل دستی چک بکنیم خب تیاره امروز فصل خدا اولین پرواز خدا شروع کرد اولین پروازش به هرات بود بسیار خوب حالا دو هشاریت چهل پنج میلیون دلار خیلی هزینه بلند است. این مقدار خود شرکت هوایی آریانا پرداخت کرده؟ بله شرکت دیاران افغان هوایی شرکت یک شرکت است که نهاد بودجوی دولت نیست گرچه ما دولتی هستیم ولی ما این از آید خود آریانا ای پول تدیه کردیم و قبل از خرید این تیاره چالش های خیلی زیاده در شرکت هوای آریانا وجود داشت دقیقا در اون زمان چقدر حکومت شما را حمایت میکرد؟ خب حمایت حکومت ممکن یک حمایت معنوی بود ولی از لحاظ مادی متاسفانه که حکومت در قسمت آریانا را هیچ گونه کمک نکرد ولی چالش هم که وجود داره به شما قبلا در سوال قبلیتان طرح کردین که تخیی در پروازها، سکتگی در پروازها یا همه به خاطر زی بود که آریانا تهارات کم در اختیار داشت و با خرید، خریداری تهارات ما امیدوار هستیم که اکسس مشکلات ما کم شد و تا اندازه پروازها و وقت و زمان معینش صورت،, صورت بگیره یک چیز دیگر با شما بگویم یعنی پروازهای که آریانا انجام میده، سه سال قبل را با شش فرون تیاره انجام میداد حالا آریانا در حدود سه سه تیاره فعال داره که یعنی ما, ای ای ما داره که ما سه تیاره دیگه هم بخریم که با بتونیم که یعنی در حال سه تیاره در شرکت آریانا هوایی شرکت دکن فعال است اصلا با خریداری تیاره پنج تیاره آریانا در اختیار خود داره که یک دو تاریخ به خاطر مسائل تریماتی توقف است و سه تاریخ فعال است فعالیت میکنه پرواز میکنه وضعیت مارکت داخلی دا افغان آریانا هوای شرکت چگونه در حال حاضر خب یک مشکل ای است که قبلا بارها بار گفته شده اداره مستقل هواپیمایی افغانستان یک پالیسی به نام پالیسی آسمان باز اونا در به محل اجرا گذاشتن و این سبب شد که آریانا را در رقابت فوق شدید و غیر ا یعنی پک رقابته کې او مشکل بد کوي نو په رقابت وکنه یې قرار داد ای اسمانه با باز مانځي استه چې از هرقدر تیاری کې ميدانه هرقدر پرواز کې میتونه از دبي میتونه په کابل پرواز وکنه از ترکیه میتونه په کابل پرواز وکنه از ځین هم چې نن وای افغانستان شرکت آریانا در مزیقی فوق مشکل رقابتی قرار داد بلد. در شروع امین آسمان باز دقیقا چه چالش ها را برای شرکت شما وارد کرد و در شروع رقابت شما چی خب در شروع مشکل امی بود که از تنا یعنی آیا بلد. در شروع ظرفیت وجود داشت در شرکت شما که بتونه رقابت بکنه؟ ما گفتم وقتم وجود نداشت حالا وجود نداشت ما چطور میتونیم که با امارات رقابت بکنیم. <applause> آرینا چطور میتونه که با ترکش رقابت بکنه؟ چطور میتونه با فلای دبای رقابت بکنه؟ یا با ایرانیا رقابت بکنه؟ و هر روز تقریبا پنج پرواز تنها با دبای ما از کابل یا از افغانستان پرواز سه کمپانی امارات است که یکی خود امارات است، عربی است و سه پرواز از فلای دبای است. نه در مجموع تقریبا 900 تا 1000 مسافر اونها با خود انتقال میتونن. و امی که اماتانان ما از آریانا استفاده میکنند و توسط آریانا پرواز میکنند یه از منتهای وطن دوستیشون است از منتهای حرمت گذاشتن به یک نهاد ملیشون است <تصفح> که از آریانا استفاده میکنند چون رقابت با اونا فوق قادر مشکل است که آریانا با اونا رقابت روزانه شرکت شما چند پرواز داره و به ها؟ خب هر روز فرق میکنه تعداد پروازهای ما ما با هفت سکتور خارجی که مسکو است انقره استانبول جده دبای، دیلی و ارومچی چین با این کشورها پرواز داریم و سه پرواز هم داخلی است که قندار هرات و مزار شریف حالا آقای الیاد سکتور خصوصی گفته که اگر حکومت بخواهد که این شرکت رشد بکنه و خدماتش میاری تر بشه دقیقا سکتور خصوصی باید همگام با این شرکت باشه یا شرکت با این سکتور خصوصی و گذاری ها مشترک صورت بگیره دقیقا چقدر این کار میتونه در آینده صورت بگیره؟ خب ابو درگو شما گفتم شرکت آریانا یک شرکت شرکت های آریانا یک شرکت کاملا دولتی است بله. وزارت مالیه وزارت, وزارت محترم مالیه است اقتصاد است بانک پشتنی و بانک ملی است و ای, ای, که اگر سکتور خصوصی بتانه که سهمدار آر... آریانا شوه ای تعلق به میگیره که چقدر قانون قانون اجازه میده است اساسنامه آریانا اجازه میته و در یه و آخر قانون شرکت های دولتی منظور شده پاس شده و او این پیشبینی نشده ولی آریانا به خاطر که بتانه میار خدمات خود بالا ببره باید با یک از کمپانی های بزرگ حداقل این جاید ونچر داشته باشه کودشیرنگ داشته باشه یا باز. اگر سکتور خصوصی با آریانا همگام شود دقیقا چقدر خدمات میاری تغییر خواهد خب اگر قانون اجازه و اگر سهم یا آریانا بتونه که سکتور خصوصی سهم داره آریانا شوه ما متقن هستم که در قسمت تاثیرات مثبت وجود خواهد آمد. حالا تصمیم چگونه است شما در جریان هستین که سکتور خصوصی را آیا اجازه میتن که با شرکت شما یک جواب شن خب بر اساس قانون شرکت های دولتی که نو تصویب شده جدیدا در روزه این چیز پیش بینی نشده <تصحق> ولی خب چون بر اساس اساسنامه آریانا ای هم منتفی نیست یعنی میتونه که شرکت های خصوصی یا افراد امی یک مالکیت شخصی هم بدونه که جزی از سندار آریانا شود در گذشته آریانا افغان هوای شرکت در لست سیای اروپا بود آیا این شرکت از اون لست بیرون شده تا حالا یخیر؟ یک غلط فهمی میشه آریانا در بلاک لیست اروپا نیست یا در لیست سیاه اروپا قرار دار. ایجا شرک... پس این موضوع چی گونه است؟ اینال ایتر است که اصلا اداره, هوان... هونو... اداره مستقل هوانواردی افغانستان در لیست سیاه اروپا قرار داره وقتی که اداره هوانواردی در لیست سیاه اروپا قرار داده تمام تیارات که یا ثبت شده در ای اداره هست اونو هم در این لیست سیاه قرار میگیرند و خوشبختانه دی آخر اداره هوانواردی تلاشای را آغاز کرده که بتونه خود از لیست سیاه اروپا بیرون بکنه و بعد از اینکه او امی پروسه تکمیل شد آریانا هیچ مشکلی نداره که به اروپا پرواز بکنه چون ما پیلوتای داریم که لایسنس اروپایی دارن پیلوتای داریم که لایسنس امریکا را دارن و همچنین از لحاظ مراقبت تهارات ما یک هنگر تریماتی فوق العاده مجهز داریم که به میارات جهانی مجهز است. شامل شدن اداره هوانوردی در لست اسیای اروپا دقیقا چقدر توانسته که شرکت آریانا هف... افغان هوایی شرکت با چالش رو برو خب با چالش همیست که ما نمیتونیم با کشور اروپایی پرواز بکنیم. و تک نمیتونیم با کشار خیلی یک مدت طولانی است که این چالش وجود داره. بر رای حلش آیا تا حالا تصامیم گرفته شده دقیقا است؟ و من از مسئولین اداره مستقل و باید سوال شه ولی تا جایی که من خبر دارم اونا آغاز کردن یک سلسله پروسیجرهایی که باید انجام شوه که تا از این لسه شوه اونا تا م... یک قسمت بسیار زیادش تکمیل کردن و این پروسه جریان داره امیدوار هستیم که در نزدیک ایگاپ اچوتاری خاتمه بیافایی بلاک لیست شدن حالا که شرکت شما 2.45 و میلیون دلار یک هواپیما را خریداری کرده دقیقا تصامیم آینده چه است که برای هزی که تاخیر در پروازها رفت شد و, و چالش ها حل بشه دقیقا آیا در لست شما هست که شما بتان تیارات دیگر هم چند بال خریداری کنین یا چه بله همین امی هم که ما خریداری کردیم این تهاره به اساس تصمیم حیات مدیر شرکت آریانا و مجمع عمومی سمدار که که مرجع تصمیم گیری است اساس منظوری از اینا یا فصیل از این تاره ای خریده شده و در یک تاره دیگه هم با بوینگ 737-500 که این تهاره که ما خریدیم یک تاره دیگه هم در جریان خریداری هستیم که اون پروسش آغاز شده امیدوار هستیم که ما بتونیم اون را هم در پروازهای خود داشته باشیم در دا این آخر خدمات شما با مشتریانتان چگونه هست؟ خب خدمات ما با مشتریان یکی برخورد خود کارمندای خدماتی آریانا هست که او میماندارای ما هست و تک تک در فروشی هستند کسای که در میدان هوایی هستند در در خدمت و مسافرین در اون قسمت اکیدا بهشون توسیح شده و بعضی ترینگاه و رکشاپ ها داده شده که چطور با مسافر برخورد باید شده خصوصا میماندارای ما اونا هر شش ماه یک کورس میگیرند یک ترینگ میگیرند با خاطر برخورد با مسافرین ولی مشکلی که مسافرین و اکثرا از او شاکی هستند تاخیر در پروازها سختگی در پروازها است که هم قبل که همینطور که پیشتر گفتم به خاطر زی که آریانا تئوری که یعنی تئوری کافی در اختیار نداره که بتونه می پروازها را منظم سازد چون وقتی که یک تیاره یک مشکل تکنیکی پیدا میکنه یک صد صد و خاطر رفع مشکل تکنیکی سپری میشه این تاثیر بگذاره سر وقت های دیگه که بعد از این تایم ایش صورت میگیره بله. تاخیر در یک پرواز دقیقاً تا حدود چقدر است خب تاخیر در پر... تاخیر تا 15 دق... تا 15 دقیقه تاخیر حساب نمیشه ولی بعد از 15 دقیقه تاخیر اگر بعد از از 15 دقیقه زیاتر میشه در وقت زمان پرواز بازو تاخیر حساب میشه در گذشته شهروندان شکایت داشتند که تا ساعت ها اونا منتظر میمانند یا پرواز ها به تاخیر حالا با خرید این دو بال که شما باز هم تصمیم دارین که یکش خریدین و دیگرش هم باید. خریداری میشه آیا این مشکلات حل میشه یا چالش های هم دیگری در کنارش میتونه وجود داشته باشه خب چالش که او تعداد مسافرین را که حال ما انتقال میدیم اگر به می تعداد مسافرین ما بسنده بکنیم خب این تا اندازه چالش ها رفع بکنه ولی آریونا تصمیم داره که سکتور پروازی خود را وسعت کشورهای مختلف پرواز داشته باشه های مختلف پرواز داشته باشه در این صورت باز خب به من اندازه باید تیاره خریداری شوه و خوشبختانه که بر ما سه تیاره را مجموعه عمومی سمدارا منظور کرده که ما خریداری بکنیم و سه تیاره اگر در پروازهای ما زیاد شوه من فکر کنم تا اندازه فوق العاده زیاد مشکلات ما حل میشه برای خدمات بهتر دیگر برنامه های شما چه هست؟ خب خدمات بهتر دیگه است که ما بتونیم سهولت هایی را که ما برای مسافرین بخواهیم ایجاد بکنیم مثلا یکی از را که هیچ کمپنی دیگه نداره از افغانستان که به خارج پرواز میکنه انتقال زخمی هاست انتقال کسایی که مریض هستن این آریانا خوشبختانه یکانه کمپنی هوایی است. یک نهاد ملی است که تمام علمی خدمات به شکل تنها آریانا انجام میده که اگر سربازا زخمی بشن در انتقال داده میشه به کشور خارج و اگر مریضایی هستند که به هند مسافرت میکنن هم از این طریق یا به ترکیه از طریق آریانا اینا انتقال داده میشن و تمام میماندارای ما و سپروازدارای میماندارای ما اینا ترین دیدن که چطور میتونن با این مریضا مریضا را انتقال بدن و مریضا برخورد بکنن اگر کدا واقعی در تیاره رخ میده اونا بتونن که برای خدمات انجام بدن یعنی این خدمت خدمت مناسب به فرد خود آریانا است که خوشبختانه ما این کار انجام میدیم و یک از است که هیچ کمپنی دیگه برای مریضا دادن نمیتونه و این ای کار میکنه یک از است که برای داده بشه اگر سهولتایی است که برای مثلا برای معیوبین ما تخفیف داریم برای مامورین دولت ما تخفیف داریم برای همراه ورزشکارا ما که تفاهمات با فیدرسینای مختلف تفاهمات امضا شده که با تخفیف تخفیف قائل شدیم و همچنین به حساب خود سرویس غذا برخورد میموندارا با مسافرین شما با دایر میشه تیرینگا باشن دایر میشه اینی پروگرام وجود داره که ظرفیت بالا بره ظرفیت که ما بتونیم در اساس از خدمات میاری انجام بدیم بسیار خوب شرکت آریان افغان هوایی شرکت یک شرکت ملی هست پس خواست شما از حکومت دقیقا چه هست خواست ما از حکومت همیشه. است که حکومت چگونه می خب اولی که در کل دنیا شرکت های ملیش یک سبسایدی از طرف دولت خود داره تمام دنیا بشمول امارات و پاکستان هند هند بر هند تقریبا ده, ده تا دوازده میلیارد دلار دولتش برش پول تزریق کرد و پاکستان در میان آخر چهارصد میلیون دلار دولتش به پیاهی تزریق کرد ولی متاسفانه که دولت در ای قسمت بر دلیل که از آریانا را کمک مالی نمیکنه ولی از لحاظ معنوی همیشه ما چی داشتیم تشویق مقامات رهبری را داشتیم به خاطر اصلاح و بیبود بنیادی شرکت آرینا بر ما رهنمودایی را کردن رهنمایی را داشتن مثلا ما به خاطر اولی که اینمی پروسیجر تدارکات زودتر انجام شود، رئیس جمهور تظیمات تدارکاتی ما را منظور کردن لایه منابی بشری میاری را منظور شد و لوای دیگه که در آرینا قبلا وجود داشت به دفعه بر بار اول است که وجود آمده اینا ترتیب و تهیه و منظور شده و تمام اسناد حقوقی و قانونی در این ظرف دو سال اخیر برای آرینا ساخته شد که بساس از او بتونیم مازرفت ها را بالا ببریم میار خدمات بالا ببریم و این مشکلاتی که وجود داره این مشکلات اندازه که امکان داره رفع شود خواست ما از دولت است که ما را آریانا را بس و وسابه یک شرکت ملی یک شرکت یک نهاد ملی تقویب مالی بکنند سبسایدی برای آریانا داشته باشند و بعض تخفیف که دیگر کشورها برای نهاد ملی خود دارند برای آریانا هم قائل شوند خیلی سپاس مونیر ایلیاد رئیس اشرایوی تجارتی مالی و اداری د آریانا افغان هوایی شرکت از شما در زیربنا تشریف آوردین و بیننده های عزیز حال توجه کنید به نرخ از زرزای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل یک دلار امریکایی هفتاد و پنج افغانی یک یورو هشتاد و شش افغانی و ده پول <تصفح> یک پاوند انگلیسی 97 افغانی و 90 افغانی یک در همه مراد 20 افغانی و 50 پول هزار تومن ایرانی 6 افغانی و 9 پول هزار کلدار پاکستانی 540 افغانی و هزار کلدار هندی 1065 افغانی سپاس از همراهیتان تا ایندم تا برنامه بعد خدا نگه